کارشان خراب است، باز که گیرشان کنیم فامیلی منعشان میکنیم، بندیشان میکنیم فامیلی. کمی مردم شهر کابل سر کتارا بالا نشه، کتارا میدان میشه، گلای خراب میشه، دیگه کدام رای که قانونی جور شده به اونمو بره. نگم که لذت بردیم این دفعه که در کابل آمدیم، این لذت تا بال ندیده بودم. سی سال میشه تقریبا، سی سال بعد یه قدر لذت ندیدگی. دینه دیده کلگیش در دوشی آجی بازمامد است، وکیلی گذاری 16. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی‌نیاز، هموطنان عزیز سلام احترام دارم به شما خوبان بیننده، عزیزای دل که همین لحظه ما را بیننده هستین از چنل یوتیوب وطندار پلاس. شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم با یکی از گزارشات ساخت و ساز شهرداری کابل. در خدمت شما هستیم در سایه پل سرخ شهر کابل. هموطنان عزیز، قسمی که شما هم می‌بینید و همین لحظه من در سایه پل سرخ شهر کابل هستم، خواستم که باز هم یک گزارش نسبتاً دیرتر از سایه پل سرخ شهر کابل برای شما داشته باشیم و دقیقاً تغییراتی که در اینجا آمده برای شما از تغییرات تصویر داشته باشیم و نظرات هموطنان ما را در رابطه با این تغییرات. موضوعی که بیشتر برای هموطنان ما پیش شده موضوع عمو فرهنگ شهرنشینی است که متاسفانه یکی از هموطنان ما از این موضوع شکایت هم دارند. با وجودی که ساخت و ساز در اکثر نقاط شهر کابل موشمو و در بسیار از نقاط شهر کابل موشمو صورت میگیره، اما کمک کم توجهی و کم رسایی ها باعث از این میشه که عمو ساحه برای مدت زمان زیادتر قابل استفاده نباشه یا عمو تصویرش اوقدر زیاد برای مدت زیادتر زیبا باقی نمانه. به او خاطر در اکثر نقاط کار صورت میگیره، اما توجه هموطنان ما نسبتا کمتر است. شما هم بیننده برنامه باشین، ما هم امید آیسا آیسا پیشتر میریم نظریت انجینر صاحبایی که فعلا در چه کار میکنند و دقیقا کارم امروز در بخش کتارشانی و رنگامیزی کتاره هاست جریان داره. دیگه من امروز نوام صحبت میکنم و نظرات هموطنان ما را در قسمت فرهنگ شهرنشینی در سطح شهرم میداشته باشیم. از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بیننده باشیم. از این بار ما بگوییم که چقدر تغییرات آمد از سایه پل سرخ. والا این خودتان میبینین که چقدر خوب شده. هر چی که آبادی شده برای شهر، برای وطن، برای کشور، برای کل چیز خوب است. خود ما شما میبینیم این راه بند شده، اینجا بخیر گلدان میشه، چمندی میشه، سرسبز میشه دیگه. دقیقا. از این بار ما بگوییم که پیش از این فقط دو بغل پل کتارشانی شده بود یا قسمت داخل امو پیاده رو خود پل سوخته برش کتارشانی شده بود. چطور که تصمیم گرفته شد که اینجا هم کتارشانی شود؟ حتما اینجا پیش از فکر کنم که یک تعداد از هموطنان ما اینجا دستفروشی میکردن. بله، اینجا کلگی شمید دستفروش ها مثال ترکاری هر چیزی که بود، اشغال بود، بیروبارک بود، مرداری بود، با او خاطر دیگه این پودری ها و چیزا هم که جمع کرد، همو کتارای سابقه که بود کلش هم میکردن میبردن. حال فضل خدا از گپا نیست،
دیگه این جرم گرفته که مردم یک ذره به احتیاط از چمندی جور کنن لغت میکنن به خاطر دقیقاً هر قدر یک سیستم محافظتی منی ایجاد شوه اونم قدر ساعت بر دیر وقت قابل استفاده می باشن. از این بر ما بگو که چند نفر هستین؟ سابق دو سه نفر هم رایتان بوده که امروز چطور کم هستن؟ بله بعضی اندیوال های ماست اگه امو بغل کتارایش جور میکنه در دکان امروز کار یک نفر هست دیگه نفر زیاد نیست صبحکاری هست دیگه صبحکاری هست دیگه صبحکاری هست دیگه قربانت چند بجه بخیر میایی تا چند بجه بخیر کار میکنی؟ ساعت 7 بجه میایم تا شام کار میکنیم تا شام کار بله بله چقدر کار از این ساعت باقی مونده؟ کار از این فقط اینمی گلدان مونده و اونو گلدان و اون دو تا گلدان مونده. خب یعنی تمام گلدانایی که مربوط به چاوک پل سوخته میشه باید قطارشانی شه. بله اینمی گلدان اینمی منطقه که از یکی را وکیل حاجی بازمامد میگه وکیل گذری 16 سال. 16. او را به دوش گرفته، امو به دوش گرفته. خب صاف. آه. اینا خی هموطنای ما رو در آبادی وطن در بله بله بله. بله بله. از اینه بله بله. بله. کلگی در دوشی حاجی بازمامد است. وکیل گذری 16. خداوند اونا رو هم خیر بده و شما رو هم خیر بده که تلاش میکنین، کار میکنین. از این بر ما بگوین که هموطنای ما چرا یک ذره کم توجه هستن در قسمت امنیت نگهداری و مراقبت سایز ساعات سبز. والا اینمی مشکل ما و شما داریم. اینمی که قطارم شوه خیلی از هموطنا و برادرای ما اثر از این میبره اثر از این خیز میزنن یعنی اگه اشغال یک چیزی که هست حتی از موتر خورد میندازه ایسی با کدام زبان بگوین که این مردم یک کمک بخواه والا چند سال است که مردم گفته رو ایس که میره نکوه می شهر ما خانه ما خانه ما این شهر ما خانه ما را مردم توجه نداره این میالم اینجا تو باشی یک موتر یک چیز خدا طرف بسیم میندازه همین روز که میالی ما کار میکنم مردم هم از سر کارم تیر میشه آه. این توجه نداره یعنی هیچ توجه نیست و با وجود که این بگ از اینه بسیار بلند ساخته میشه بگ مصرف بسیار بلند ساخته میشه یک نفر مسئولیتش رو به دوش میگیره همی برای مردم از دیگه مال کل اگیز دیگه نگهداری نمیشه این خود شاید باشه یک همی جور شد و از سر از خیز میزنه مردم یعنی در کل امو فرهنگ چهرنشینی ما یک مک ضعیفه پایین است پایین است هرچه که دولت جور کنه خود ما شما نگاه نکنیم هیچ چقدر مصارف دم اینجا شد کلش خراب شد کلش خراب شد از این بر ما بگوین که در مجموع ساعات سبز در اینجا بیشتر برش فعالیت صورت گرفته در قسمت سایه سبز از این هموطنان ما سهم میگیره نمیگیره شاید دوام سهم بگیره مقصد تا جایی که ما اطلاع داریم اینمی منطقه را نمیاره کلش مردمی جور میکنه مردمی مردمی جور میکنه امو زرون اصل سابق هسته که بیشتر اگر هموطنان ما یک نفر اگه سهم بگیره مشت نمونی خروار میشه کل اگه ایسته کل اگه امو رقم هسته همین جره که مثال این آجی سای بازمامد مسئله رو گرفت اوی شای یکی دیگه گرفت اوی شای یکی دیگه گرفت یعنی میره خم هم کسایی که یک ذره وقتش میگرده کمک میکنه تشکر از اینکه فرصت دادین از این بر ما بگوین که یه هم بخیرتمند رنگ آمیزی میشه کار از این چه وقت بخیر تکمیل میشه بله بله فقط یکی سه روز دیگه خلاص میشه سه روز دیگه بخیر رنگ آمیزی و کلگه او گلدانه دیگه هم کارش وای میام امیر خمسا که یک نفر مسئولیت از رو بگیره این همین مردم های خیری که هست مردم هایی که در آبادی وطن سهم میگیرن این همی ها با پای خود میگیره با همی جور میشه دیگه جور پیامتون برای همشهری های ما برای وطندارای ما برای بیشتر کسایی که تجارای ملی هستن چی است در قسمت ساخت ساز وطن وطن هنوز هم ضرورت با بودی داره دیگه بسیار زیاد داره همی تجارا سگ همی هموطنای ما سگ کسایی که واسش میگرده خو یک دولت نمیتونه در هر چیزی سم بگیره دا آبادی ایش در چوک ایش در دیگه ایش میشه در نامش باشه اونو را شفاخانه امیری جور کرده تبلیغش آمد اون خوب مقبول آمد یک نمای بسیار مقبول هم جور مقبول هم داره یک نمتن ما لذت میبره نه لذت سالم دیگه نه که بیای اونجا هر کار بکنه خوب فایده نداره بیش از این همی ساحه از دست از معتادین یا وضعیت بعد که اینجا بود مردم از اینجا گریزان بود حالا تا وقت های شب اینجا مردم جیدن مردم اینجا هست وقتی که این معتادا بود من اینجا که معتادا بود من کار نمیتونستم چرا که باید چارچشمه متوجه میبودم که یک سنگ من میبره یک چرخ من میبره دوزی بود و مرداری بود و یک الگوی بد بود برای مردم چیزی خوب الگوی خوب از دیگر بد بد از دیگر همین را خداوند شما را خیر عزت نصیب کنه حرف پیام داشته باشین کمره خدمت قربان شما زنده باشین سلامت باشین همی آبادینی وطن خدا میخواییم همی مردم آرام باشین هموطن عزیز جریان کار کترشانی در سایه پل سوخته شهر کابل است و برنامه ما هنوز هم ادامه داره جناب استاد بزرگوار واقعا تلاش بسیار زیاد میکنه امروز هم به دلیل از اینکه کارشان نسبتا کمتر است و دیگه همکارایشان در دکان کار میکنن و اینا هم امروز آمدن سهم گرفتن و خواستن که بخیر کار کترشانی زیر بخیر تکمیل کنن با امید روزی که تمام گلدانای زیر بخیر تکمیل شوه و با امید روزی که تمام هموطنای ما مسئولیت احساس کنن مثل که یک قسمت یک نفر جور میکنه یک قسمت یک زیاد جور میکنه هموطنای ما در قسمت سرسبزی و آبادی زیاد حتما سهم داشته باشه از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بینیده باشید
هموطنان عزیز، کسایی که ما را از سایه پل سوخته شهر کابل همین لحظه بیننده هستین، قسمی که شما مشاهده میکنین در کنار ما یکی از کارمندان ریاست سرسبزی شهرداری کابل هستن و یکی نظر نو در رابطه به حفظ مراقبت، در رابطه به فرهنگ شهرنشینی در سایه پل سوخته شهر کابل ما و در کل سطح افغانستان چی است از خودشون پرسان میکنیم. سلام بیادر. و علیکم سلام. جور باش. بخیر هستی انشالله. شکر والا. خوب هستی. خیر خیرت باشی. قربانت. امیر خمس لباست و دائم سبز باشی. میشه بر رحمتان خود معرفی کنیم. بخیر باشی. نام ما حشمت الله است. او ولایت کابل ولسوالی پغمان. بسیار خوب. حشمت جان عزیز بر ما بکن. امروز از سایه پل سوخته شهر کابل شما و تیمتان کاملین بخیر مصروف چی کارا هستین؟ والا اینجا به این اوداریش هم میکنیم اکم. خشاویش باشه، خشاویش میکنیم. دگه کدام پاکاریش هم میکنیم. کوشش میکنیم. خوب جوش. چه گلای مقبول مقبولی؟ گلا را از کجا آوردین؟ والا این گلا را خو از جای گلخانه است، از یاد خریداری کردیم اینجا. از گلخانه اینجا آوردین؟ دیگه این منطقه بسیار تغییر کرده. اول خب بیا از پل سوخته یک نظر تا میگیریم. پیش از این پل سوخته چه رقم یک وضعیت بود و چقدر تغییر کرد تا به حال؟ والا پیش از این خو خیلی وضعیتش خراب بوده. خراب. اول ان شاء الله که کارا کرده دیگه خدا میره بنا جور میشه. همین اسلامی امارات خدا خیرش بده، خوب جورش کرده که خوب بسویه جورش کرده. نام خدا به همین چهره پل سوخته دیگه تغییر کرده و پل خوشبختی تر. ها ان شاء الله خدا میره بنا از دیگه هم کوشش میکنه که ما هم کوشش میکنیم که تا که میتونه این همی وظیفه ما سرسبزی دیگه هم سرسبز شود. سرسبز و زیباتر شود. از این بر موقع که نام خدا اینجا زحمت خوب بسیار زد کشش در سایه پل سوخته. اگر هست از هر چیزش بگویم بازم کم است. از ساخت کتارا و نصب کتارا و شستشو و رنگامیزی و همه چیز دیگه یک زیبایی خود داره. از این بر موقع که مسئولیت هموطنان ما در قسمت حفظ و مراقبت این همی تحسیصات کارهای بنیادی چی است؟ والا هر چیز از حفظ مراقبت هم کوشش میکنم، این سرکا جور میکنم، کتارا نصب کرده، گلدان ها جور کرده، هر چیز جور کرده. هموطنان ما در قسمت حفظ مراقبت هست چی مسئولیت داره؟ یگان دانه جوان ها بچه ها خدا یار جانشان گاهی سر کتارا خیز بزن، گاهی گلدان ها بشکنن، گاهی خدای نخواسته یک خرابی، گاهی دیگه خرابی. پیامتان بر از در قسمت حفظ مراقبت، در قسمت پاکی و صفایی نگهداری از این تاسیسات چی است بر هموطنان؟ بس خدا کنه که این مردم شهر کابل سر کتاره بالا نشه، کتاره میده میشه، گلای خراب میشه، دیگه کدام رای که قانونی جور شده به اونمو بره مزاحمت چیزا را نکنه. در قسمت از این پاکی و صفایی خصوصا گل و گلدان و گلبوته چی مسئولیت دارن؟ یگان تاش این بغل گل تو میتم ای باشم گل برای یگان دیوالم توفه بتم گل خدا گلبوته نمود میته چطور؟ والا گل که در گل باشه نمود میته او ویتر خونه میشه که هر نفر به یک یک دانش بیچینه دیگه خیر تنها بوده گندیم باز بعد از یک ساعت بعد دو ساعت بعد دیگه او بیچارم پژمرده میشه برگاش چملک میشه او خراب میشه او که سر گل کنه دیگه هم چی میشه خوب معلوم میشه. تشکر از خودت که فرصت دادی به کارتون برسین. دیگه امیدوار هستم که تمام هموطنان ما در قسمت پاکی و صفایی توجه داشته باشن. بخیر باشی. تشکر از شما. خدا زنده باشه. هموطنان عزیز برنامه ادامه داره. ما در سایه پل سوخته شهر کابل هستم. نمایی که واقعا پیش از این اکثر از هموطنان ما را بسیار زیاد مجذوب خود ساخته بود. تا فعل حالم اکثر هموطنان ما بعد از شام در جمع میایند به خاطر گرفتن عکس تصاویر و زیبایی های شب سایه پل سوخته شهر کابل. البته از طرف شب هنوز هم لایتینگ از این چراغان است و یک زیبایی ویژه خاص خود داره. از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بیننده باشیم. هموطنان عزیز بازم شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه و قسمی که شما مشاهده میکنید در کنار ما یکی از بزرگوارا یکی از کسایی که واقعا خدمتگزار برای این ملت بودن هستند. نظریاتشان در رابطه با کار امروزشان در رابطه با فرهنگ شهرنشینی در کابل ما شما حتما ازشان میداشته باشیم. سلام علیکم واجی ماما. و علیکم السلام. چه داری بدر خوب چیزی خواستم یک کرم اگر بیایی که اینجا دوستا صحیح تصویر تا داشته باشن. نامت؟ زبیولا. زبیولا جان بیادر بزرگوار ما عزیز بر ما بگو که خودت امروز در اینجا چی مسئولیت داری چی وظیفه داری
مسئولیت نمی فهمیدی کار جور کردن دارم او دادن درختار را داشتم فهمیدی بسیار خوب دیگه فهمیدی اونجا یک درسنگ جغل بوده او پارک موار فهمیدی بردم در اونجا فهمیدی یه نمی فهمیدی در سرسبدی فهمیدی نمی خشاوست و نمی گلار او می تیمون یعنی می تیچی داد دیگه فهمیدی. خداوند خیر و عزت نصیبت کنه از این بر ما بود که در ایسای پل سوختی شهر کابل اکثرا زیبایی ها نام خدا جور شده بعض قسمت ها رنگ آمیزی شده بعض قسمت ها گلکاری شده سایه سرسبزی برش جور شده دیگه نال از این بر ما بود که چند روز بعد می این قسمت ها را اوداری میکنی چه رقم از یفز مراقبت میشه نمیشه روزانه را راز فهمیدی بخیر اوداری ما شروز بخیر فهمیدی دیگه نمی سرسبزی ما فهمیدی نفرهای ما هست فهمیدی او میتن دیگه میتن فهمیدی بلا خداوند شما را خیر که اصل سوال پرسان بکنیم میخواستیم پرسان بکنیم نظر شما در رابطه فرهنگ شهرنشینی از هموطنان ما چی هست اینجا خانم خدا نقدر زیبا و مقبول شده اینال مسئولیت هموطنان کسایی که اینجا رفت آمد داره و برور مرور داره چی مسئولیت دارن در قسمت پاکی و صفایی حفظ مراقبت حفظ مراقبت فهمید همی کسافات خود نفهمی یک جای کناره پرتن در پارکان اندازن که ایجا میشینن میخیزن ولا همی مدیر ما بسیار خوب مرد آدم است فهمیدی همی پارکار صحیح نگاه میکنه ولا مدیر نجیب به نظر خودت این فرهنگ شهرنشینی چی است؟ این می تو میشینی یا سیاسر مرد در کسی که میشینه فهمیدی نمیز دیگه در قسمتی که ما شما میشینیم باید ازش نگهداری کنیم در جایی که مثلا پاکی باشه اونجا کثافات اندازیم بله ها امی دیگه کثافات اندازیم اینال یک تعداد از جوانا بچه ها اثر از این کتاره خیز بزن خدای ناخواسته گل گل بتر مایده کو خو این یک کار عامل منفعه شما اینجا میان خدمت میکنید اگر بازو باز مایده کنن کارشان خراب است باز که گیرشان کنیم فامیلی منشان میکنیم بندیشان میکنیم فامیلی دیگه این کار خوب نیست کار یک سرزنش شوه که حداقل این فرهنگ ترویج پیدا کنه که حداقل در قسمت پاکی صفایی حفظ مراقبت باید توجه شوه اینا لازی بر ما بود که در سایه پل سوختی شهر کابل به نظر چقدر زیبایی به وجود آمده چقدر تغییرات آمده فامیلی کردای ما جور شده بخیر فامیلی نمی چمن میکنیم فامیلی دیگه مرسلا رو بخیر میشانیم قطی خیر فامیلی اون رقم کالا قطی وندیوار مصاحبه کردی صحیح است نه؟ آه دیگه اینال بخیر مرسلا رو میشانیم قطی خیر ایر پاس زیبایی میکنیم اینی کردوار جور کردیم در سایست پل سخته آه این شهر ماست وطن ماست افغانستان ماست خدای پاک آرامی را بیاره در این ملک مای شما فامیلی خدا پاچایی ما را قراری داشته باشه شرط نمی است که اگر شاروالی کابل یک قسمت کار 50% اگر شاروالی میکنه 50% به دوش مردم هم هست بله بله مسئولیت داره داره خداوند شما را خیر بده اگر حرف پیام داشته باشین کمره به خدمت شما خیر ببینی خدای پاک امی مدیر ما را مدیر نجیب فامیلی خدای پاک فامیلی زنده داشته باش که در این پارکا خدمت میکنه ما را میاره فامیلی مگر می کارا بکنیم میکنیم اون مو کارا خداوند شما را خیر بده که در آبادی وطن سهم میگیرید خیر میبینید تشکر از شما هموطن عزیز برنامه ادامه داره لازم از پاغمان فهمیدی دری پشایی فهمیدی خدمت میکنم به می وطن خاطر خداوند ده حسناتتون حساب کنه و خداوند شما را هم خیر برکت نصیب خیر میبینید تشکر از شما هموطن عزیز یکی از بزرگوارایی که واقعا زحمت میکشن زحمتشون قابل قدر است ازشون تشکر میکنیم و از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بینید باشید هموطن عزیز بازم شما را خوش آمدید میگیم به ادامه برنامه و قسمی که شما هم مشاهده میکنید همون نمای زیبای پیاده روایی که بیشتر در سایه پل سوخته شهر کابل یک تصویر بسیار خاص و ویژه خود ساخته و هموطنان ما به خاطر دید و بازدید از اینجا رفت آمد می داشته باشند اینجا یک از دوستا هست که امروزشان صحبت بکنیم در رابطه با فرهنگ شهرنشینی که چقدر در افغانستان و شما رول و اهمیت داره سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شکر الحمدلله سلامت باشین شما زنده باشین سلامت باشین سلام به شما همچنان زنده باشین سلامت باشین نام محمد زاکر است از ولایت قندوز ماشاءالله در شهر کابل آمدیم جای همه جای خوشبختی را دیدیم خیلی خوش شدیم ماشاءالله خیلی زیبا شدم از اینکه دیگه چی بگیم برای شما از این خوشبختی دیگه قربانتان سلامت باشین بیاین یکم این طرفتر بیاین که تصویر بردار ما مشاوره داره که تصویرتان زیباتر و خوبتر بیه خیلی زیاد خوشحال شدیم شما اینجا آمدین و واقعا در امی که وطن آباد میشه برای هر کسی احساس خوشی میده بله اسمم محمد رفیق یعقوبی یکی از باشنده مزار شریف
ماشاءالله آمدیم خدا مهمان اینجا چکرای خود زدیم واقعا اینجا آمده دیگه الفاظ نداریم دیگه یک خوشی احساس کرده رسیم که هیچ ادا کردن نمیتونیم این الفاظ ها رو بسیار خوش شدیم بکنیم که پیش از این دستای پل سوخته وضعیت از چی قرار بود و کدام وقت هم فکر میکردیم که در پل سوخته یک چهره نو بیه و خصوصا یک قدر یک تفاوت یا یک قدر یک تغییر بیه نه هیچ فکر نمیکردیم ما تقریبا بسیار سال پیش آمده بودم این طرف ها رو دیدم بسیار رنج برده بودم بعد از دو سال ها باز دیگه نه آمدیم دیگه اینجا اینمی ولی بعد از اون اولین بار که اومدیم بسیار خوش شدیم الله پاک دائم و قائم نصیب کنه ان شاء الله الله پاک استقامت نصیب کنه ما را خیر و عزت و برکت نصیب کنه از این بر ما یادآور شویم که در حقیقت امروز ما خواستیم که بیشتر نظریات هموطنان ما را در قسمت فرهنگ شهرنشینی در برنامه داشته باشیم به نظر شما اول خب فرهنگ شهرنشینی چی است و هموطنان ما چقدر مسئولیت داره در این قبال اینا میسته که باید شهر خودشان را باید نگاه کنن صفایی را اخلاق اونم را نگاه کنن ان شاءالله که دیگه کل گلزار هست دیگه مثلا همین چتلی هم چیزا را هر جایی نه اندازن یعنی تو خودشان که نگاه کنن اونم دیگه کلش دیگه جور است دیگه بخیر ان شاءالله خداوند شما را عزت نصیب کنه این در حقیقت هموطن ما مسئول هستن در قسمت فرهنگ شهر نشینی بله و چه بگیم دیگه همین لذت بردیم این دفعه که در کابل آمدیم این لذت تا بال ندیده بودم سی سال میشه تقریبا سی سال بعد یه دقیقه لذت نیده گیست این لذت شما در مدت در قدر مدت نیده بودین حتما بدون سایه پل چوک پل سوخته دیگه جای رو حتما در شهر کابل گشت بله 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 گشتیم لیکن این دیگه این لذت نیده خلاص که راست بگیم بر شما یعنی واقعا تغییرات فوق العاده در سایه پل سوخته دیگه واسه همین کردیم که کلم یک همدس شویم باید هم چیزای ما را خودم با جور کرده بریم فهمیدین همه مقصد از بیادارا و از همین چیزا که می خواهیم همین خود ما را وطن ما را خود ما آباد کنیم باید همین چیزا را از این بر ما بگین هموطنان ما در قسمت پاکی صفایی حفظ و مراقبت از این و خصوصا هم فرهنگ شهرنشینی بازم تاکید میکنم به خاطر از اینکه اکثر هموطنان ما خدا یار جانشون با وجودی که یک نمای بسیار زیبا در اینجا خلق شده یک تصویر بسیار زیبا ساخته شده بعضن کم توجه هستند خدای نخواسته گل مشکنانند گل بوتر مشکنانند یا مثلا در قسمت حفظ و مراقبت این رقم تاسیسات کم توجه هستند و از اون چی پیام داره نه دیگه ان شاء الله میدان میدان هم جور شده میره بخیر وطن ما کمی قشد دیگه چم بخیر میدان میدان میشه از این کده خوبتر هم میشه از این کده زیادتر اینجا که اومد از این کده زیادتر لذت هم باید شاید ببریم از این بود ان شاء الله خدا نصیب کنه تشکر از اینکه فرصت دادین که صحبت بکنیم زنده باشین زیاد تشکر از شما زنده باشین ماشاء الله باش که هموطن ما یک سوالم از پیش از دوست ما بکنم اینقدر تغییرات که شهر کابل اومده در ولایت ما شما سمت مزار سمت دیگه ولایت سمت شمال ما شما که هستک چقدر تغییرات اومده دیگه جام کار شده نشده چرا نه الحمدلله بعد از که نمی دولت امارات اسلامی که اومده بسیار کارهاش جریان داره در مزار هم ماشاءالله خیلی تغییرات آمدگی است منتها چقدر تغییرات که در کابل آمده که او قدر نیستن امیدواری به این است که بخیر اینمی رقم تغییرات که در شهر کابل آمده الگو شود برای تمام ولایت ها و تمام ولایت ها همین رقم زیبا و سرسبز انشاءالله انشاءالله 100% انشاءالله تشکر از این فرصت دادین سلامت باشین تشکر سلامت بخیر شما هموطن عزیز برنامه ادامه داره و از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه ما را بیننده باشید هموطنان عزیز قسمی که شما هم مشاهده کردین نظریات دیگه دوستایی که بیشتر در این ساحه رفت آمد داشتن نظریات شما داشتیم و واقعا سایه پل سوخته شهر کابل و شما با یک پل بسیار خوشبختی با یک امیدواری با یک سایه که پیش از این هیچ کس باور از این نمیکرد که در پل سوخته شهر کابل و شما به این زیبایی و به این وضعیت تغییر کنه و قسمی که شما هم میفهمین و موضوعی که تنها شهروالی کابل تنها نهادهای مسئول در این سهم نداره سهم هموطنان ما هم خیلی زیاد ضروری است در قسمت آبادی وطن در قسمت ساخت و ساز و خصوصا این تغییرات ها یعنی این یک موضوع غیر قابل باور بود برای هموطنان ما اما یک موضوعی که بسیار خوب اثبات کردن این است که یعنی هیچ کار ناممکن نیست اگر هر قدر هموطنان ما سهم بگیرند در آبادی وطن مثل که پل سوخته شهر کابل قدر تغییر کرد تمام نقاط تغییر میکنه و تشکر و سپاس میکنیم که تا این لحظات برنامه ما را بیننده بودین امیدوار هستیم که برنامه امروز ما همچنان طرف توجه شما از آن قرار گرفته باشه و تا ای که یک بار دیگه محمد اولا حیدری از دریچه وطندار پلاس در خدمت شما عزیزان دل قرار میگیرم شما را به الله پاک و به همتا میسپارم باز هم لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نکنین و ای هم حمایت از ما هستک و بر ما قوت میده تا ما برنامه های زیبا و دینه رو بر شما تهیه کنیم تا برنامه بعد خداوند نگهدار